سوال بعدی سوال خوبیه، با هم بررسی کنیم. گزینه یک کلمه واجبات رو داده. من یه توضیحی بدم. هر موقع هم که الف و ت میبینید، گفتیم هر کسی که سیبیل داره بابای ما نیست. پس هر موقع هم که الف و ت میبینید فکر نکنید قطعا جمع مؤنث سالمه. میتونه جمع مؤنث سالم باشه، میتونه جمع مکسر باشه. از کجا بفهمیم؟ گوش بده. شما یک کلمه جمع داشتی، الف و ت داشتی، الف و ت رو حذف کن. اگر مفرد کلمت سالم باقی مون، پس جمع شما میشه مؤنث سالم. حالا اگر الف و ت رو حذف کردی، مفرد کلمه سالم باقی نمون، پس جمع شما میشه جمع مکسر. این از این موضوع. واجبات جمعه، الف و تش رو بنداز میمونه واجب. خب واجب مفرد واجباته، پس چون مفرد کلمه باقی میمونه جمع مؤنث سالمه. خیلی نکته خوبی بود. گفته اسم فاعله، خب باید به مفردش نگاه کنیم. واجبات مفردش واجب، واجب بر وزن فاعل، اسم فاعله. اما گفته من مصدر مزید ثلاثی. آها، مزید ثلاثی نیست، چون اسم فاعل از مزید ثلاثی اولش ما داره، عین الفعلش ا داره. پس این قسمت مزید ثلاثیش غلطه. هر کلمه‌ای که بر وزن فاعل باشه اسم فاعل از فعل مجرده. این به این علت غلطه. بعد یه مشکل دیگه هم داره. گفته مجرور به حرف جر. ببینید دوستان، اینجا فی حرف جره، بهش میگیم جار، و ادا میشه مجرور به حرف جر، و واجبات میشه مضاف الیه من. پس اینجا که گفته مجرور به حرف جر هم غلطه. میریم گزینه دو. تجتهد فعل مضارع، للغایبت صحیحه. مزید ثلاثی بذارید بررسی کنیم. تجتهد اصلش چیه؟ یجتهد. بگو ببینم یجتهد بر وزن چیه؟ یفتعل. حالا تو رو یاد چی میندازه؟ افتعل، یفتعل، افتعل، افتعل. پس مزید ثلاثیه، مصدرش اجتهاده، ماضیش هم اجتهده، اجتهده، یجتهد، درسته. گفته لازمه. ببینید دوستان، میگم که فعلی که مفعول داره پس متعدیه، فعلی که مفعول نداره لازمه. ببین مفعول متعدی، حالا اگه مفعول نداشته باشی لازمه. بررسی میکنم. تجتهد و طالبات فی ادای واجباتها، میگه که تلاش میکند دانش آموز در انجام تکالیفش. چه کسی تلاش میکند؟ دانش آموز میشه فاعل. حالا چه کسی را و چه چیزی را معنی میده؟ نه، پس مفعول نداری توی جملت. پس وقتی که مفعول شما ندارید قطعا فعل شما لازمه. اینم درسته؟ گفته فعل و فاعله طالبت، بله، تلاش میکنه. کی تلاش میکنه؟ دانش آموز. اونی که تو جواب چه کسی و چه چیزی میاد میشه فاعل. جواب صحیح گزینه دو. اما گزینه سه چرا غلطه؟ چهار چرا غلطه؟ تو ساید و فعل مضارع است، للقائبتش هم صحیحه، مزید ثلاثی از باب تفاعل. بذارید بررسی کنیم. بگو ببینم بابا جان، اصل تساعدو چیه توی مضارع ها؟ یساعدو. حالا من می نویسم یساعدو، بچه ها یساعدو بر وزن چیه؟ یفاعلو. حالا یفاعلو شما رو یاد چی میندازه؟ فاعله، یفاعلو، فاعل، مفاعلت، فعل شما از باب مفاعلته. پس اینجا که گفته باب تفاعل غلطه. اینم غلطه این گزینه. اینم بررسیش کنم. معلوم بعد گفته مفعولش ام میشه. با هم بررسی میکنیم. کمک میکند مادرش را. کمک میکند چه کسی را؟ مادرش را. اونی که تو جواب چه کسی را و چه چیزی را میاد میشه مفعول. پس ام اینجا مفعوله و فعلی هم که مفعول داره قطعا فعل معلومه. گزینه 3 غلطش تفاعل بود. گزینه 4 راضیت اسم ت داره، مفرد مؤنثه. راضیت اصلش راضی بوده بر وزن فاعل. ببین راضی اصلش راضیه، راضی هم بر وزن فاعله. هادی اصلش هادیه بر وزن فاعله. همچین کلمه‌ای گفته نکره است. خب الف و لام نداره، معرفه به علم هم نیست، درسته. معرب صحیحه. آها، صفت اونت منصوب به تبعیت، این غلطه. چرا؟
راضیتن اینجا حال جمله منه. چون اصلا تو جواب چه کسی را و چه چیزی را نمیاد. میگه تلاش میکند دانش آموز در انجام تکالیفش راضیت با رضایت. این حاله. پس اینجا که گفته صفت غلط زد.